نتكلم بإذن الله تعالى عن أنواع الشرك. بإذن الله درباري أنواع الشرك سخن ميجيم. نسأل الله سبحانه وتعالى العافية والسلام. از الله متعال میخوایم که ما رو از شرک در سلامت و عافیت قرار بده. شرک قسمین، شرک اکبر و شرک اصغر. شرک بر دو نوع هست، شرک اصغر و شرک اکبر. الشرك الاكبر من مات عليه نسال الله عافيه السلامه ولم يتب فهو خالد مخلد خلود ابدي في النار. شرك اكبر عبارت است از شرکی که اگر شخصی بر اون حالت یعنی بر این نوع شرک بمیره برای همیشه در دوزخ میمونه و خارج نمیشه. لكن من مات على الشرك الاصغر يعذب بقدر شركه ثم يدخل الجنه لا يخلد خلود ابدي في النار. اما شرك اصغر شرکی هست که اگر کسی بر اون حالت بمیره متناسب با نوع شرکی که مرتکب شده عذاب میبینه و مجازات میشه اما برای همیشه در دوزخ نمیمونه. لابد ان نحذر من الشرك حتى الاصغر لان الاصغر يؤدي الى الاكبر. بر حذر داشتن از شرک بسیار حائز اهمیت هست، حتی شرک اصغر که چه بسا ممکنه منتهی به شرک اکبر بشه. فالمحرمات اربع درجات. محرمات چهار درجه و رتبه دارند. نعم. اول شيء الصغائر. مرحله اول گناهان صغیره هست. و اعلى منها الكبائر. و بالاتر از اون گناهان کبیره هست. و اعلى منها الشرك الاصغر و اعلى شيء الشرك الاكبر. و بالاتر از اون که خودش دو نوع هست، شرک اصغر و بعد از اون بالاتر از اون شرک اکبر هست. نعم. امثله على الشرك الاكبر. مثال هایی درباره شرک اکبر ذکر می کنیم. ای عباده تصرف لغیر الله فهذا هو الشرك الاكبر. هر عبادتی برای غیر الله انجام بده این شرک اکبر شمرده میشه. صلی لغیر الله. اگر کسی برای غیر الله نماز بخونه. حج للقبور. اگر حج رو برای قبرها انجام بده اون شکل زیارتی که قبرپرستان انجام میدن. نعم دعاء غیر الله فيما لا يقدر عليه الا الله. دعای غیر الله و صدا زدن غیر الله بر اون چیزی که فقط در توان الله متعال هست و مخلوق توانش رو نداره. يخاف من الاولياء من الصالحين من اصحاب القبور من الجن مثل خوف من الله سبحانه وتعالى شرك اكبر. ترس از صاحبان قبور از صلحا مانند ترسی که از الله متعال داره، این هم در زمره مفاهیم شرک اکبر هست. یذبح للجن، یذبح لاصحاب القبور، یذبح في وجه الاولیاء والصالحين، شرک اکبر. ذبح و قربانی کردن برای قبرها، برای اولیاء و صالحین و برای افراد نامدار جلوی پای اونها از جهت تعظیم و بزرگداشت اونها در همین معنا و مفهوم و جزو مفاهیم و مصادیق شرک اکبر هست. نعم. اما بالنسبه للامثله على الشرك الاصغر كالحلف بغير الله يحلف بالنبي يحلف بالحسين مثلا. و اما درباره شرک اصغر مانند قسم یاد کردن به نام غیر الله مثل اینکه به نام حسین قسم یاد بکنه. يقول مثلا ما شاء الله وشاء فلان. یا مثل این که بگه که آنچه که خواست الله تعالی و خواست فلان شخص باشه و خواست کسی غیر از الله رو در کنار خواست الهی ذکر بکنه. الریا من الشرك الاصغر. ریا از نوع العمل حتى يراه الناس يعبد الله ليمدحوه الناس. ریا یا خودنمایی از جنس و نوع شرک اصغر هست. مثلا عملی رو انجام بده تا مردم ببینند و او خودنمایی بکنه و از او تعریف و تمجید بکنند. یضع مثلا رأس ثور اعین ذئاب حافر نعل قدیمه اطارات السیارات على البيوت على السیارات و اقول انها سبب لدفع العين هذا شرک اصغر. یا مثلا بعضی از تعویضهایی رو که دی عادت دارن بر ماشین های خودشون بر آینه ماشین آویزان میکنن یا سر بزی رو یا حیوانی رو بر سردر خانه آویزون میکنن و میگن این سببی برای دفع ضرر هست، این از جنس شرک اصغر شمرده میشه. فلابد ان نتعلم التوحید و نتعلم الشرک كذلك حتى لا نأتي بما یناقض التوحید. همچنان که فراگیری توحید حائز اهمیته، یاد گرفتن شرک و مصادیق شرک هم حائز اهمیته تا در منجلاب شرک مبتلا نشیم و شرک رو بشناسیم و ازش دوری بکنیم. اسال الله سبحانه و تعالی جنبنا و یاکم الشرک والله اعلم. از الله متعال میخوام که من و شما رو از شرک دور بداره و نجاتمون بده. یکفی؟